لای امام خمینی رحمت الله علیه یک شعار قشنگی داره این نمایشگاه، نوشته شده نوآوری برای آبادانی، نوآوری برای آبادانی، و یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه هم همین هست که با استفاده از شرکت‌های خلاق و نوآور در واقع آبادانی اتفاق بیفته و محرومیت زدایی اتفاق بیفته انشاءالله. به امید خدا این نمایشگاه تا فردا برقرار هست. از دیروز رسما آغاز شده، از ساعت 10 صبح که افتتاحیه نمایشگاه بود و تا فردا 25 خرداد ماه این نمایشگاه برقرار هست تا ساعت 17:05 بعد از ظهر. دعوت میکنم که تشریف بیارید مصلی بزرگ تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، و از این نمایشگاه دیدن کنید. این نمایشگاه به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شده و با کمک و اتفاق بیفته انشاءالله. به امید خدا این نمایشگاه تا فردا برقرار هست. از دیروز رسما آغاز شده، از ساعت 10 صبح که افتتاحیه نمایشگاه بود و تا فردا 25 خرداد ماه این نمایشگاه برقرار هست تا ساعت 17:05 بعد از ظهر. دعوت میکنم که تشریف بیارید مصلی بزرگ تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، و از این نمایشگاه دیدن کنید. این نمایشگاه به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شده و با کمک و همیاری و همکاری ستاد اجرای فرمان حضرت امام، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و بنیاد مستضعفان. ما در این برنامه سعی میکنیم که از عزیزانی که حضور دارن در این نمایشگاه دعوت بکنیم و در مورد محصولاتشون باهاشون صحبت بکنیم و نظرشون رو هم در رابطه با این نوع نمایشگاه ها بدونیم و بپرسیم ازشون. در این بخش هم در خدمت یکی از جوانان موفق این کشور هستیم، عزیزی که در حوزه شرکت های دانش بنیان فعالیت میکنه، جناب آقای جمالی. آقای جمالی سلام، عرض ادب، خیلی خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما و بیننده های عزیز و ممنون از دعوتتون به این تریبون که بتونیم خب مسائلی که هست و صحبت هایی که در این خصوص این نمایشگاه هست و سمع و نظر بینندگان برسونید. زنده باشید، سلامت باشید، متشکرم. آقای جمالی عزیز، از فعالیت خودتون بگید که چند ساله دارید کار میکنید، در چه حوزه‌ای و چه نوع فعالیتی؟ عرض به حضورتون که فعالیت ما به صورت رسمی از سال 87 آغاز شده و تقریبا حدود الان 15-16 ساله که توی صنعت ساختمان و صنعت صنایع تولیدی و اخیرا هم یه 4-5 سالی هستش توی حوزه کشاورزی، گلخونهای های تک، بله، فعالیتمون رو ادامه دادیم و محصولات متنوعی رو بر اساس نیاز کشور به بازار وارد میکنیم. حالا این نیازی که گفتید رو الان مثلا آخرین محصولی که شما به واسطه اون محصول در نمایشگاه حضور دارید رو برامون بگید و بگید که چی شد اصلا به فکر در واقع تولید یه همچین محصولی افتادید. ببینید، بر اساس خب شرایطی که خب هر شرکتی برای خودش داره و یه چیدمانی داره که برسه به یک جنبندی که چه محصولی رو توی بازار بتونه ارائه بده، ما هم به همون شکل نیاز سنجی کردیم. آها. و شرایط اقلیمی ایران رو در نظر گرفتیم و دیدیم که خب بر اساس توانمندی‌های ما و نیاز کشور، اون چه که ارزشمنده و ارزش آفرینه و به درد این مرز و بوم میخوره، گلخونه هایی هستش که بتونه امنیت غذایی رو برای کشور فراهم کنه. و این خب خیلی ساختار پیشرفته‌ای داشت، این محصولات در اختیار چند تا کشور توی دنیا، دو سه تا کشور توی دنیا تکنولوژیش بیشتر، بله، نبود و یک کار مطالعاتی چند ساله رو ما داشتیم تا تونستیم این مهندسی معکوس رو کامل با جزئیات و منطبق بر بوم ایران و آب و هوای اقلیم ایران ما بتونیم اینو پیاده کنیم. و خب شکر خدا نزدیک 50 هکتار تقریبا از این محصول الان در دست بهره برداریه، بله، در دست بهره تولید شده، ارائه شده، ساخته شده و در دست بهره برداریه. خیلی هم خوب. و مزیت رقابتی هم داره، فوق‌العاده مزیت رقابتی نسبت به کشاورزی های دیگه که مثل کشت سنتی و گلخونه های پلاستیکی داره. خب رقبای خارجی ما هم که
توان رقابت توی مارکت ایران رو ندارن به لحاظ قیمتی، یعنی اینقدر تفاوت داره. قیمت داره که عملاً از وقتی ما توی این حوزه کامل و قدرتمند وارد شدیم تقریبا میتونم بگم تو کشور وارداتی از رقبای خارجی نداشتیم. خیلی هم عالی، خیلی خوب، ممنونم از توضیحاتتون. آقای جمالی عزیز، ارتباط این فعالیت شما، محصول شما با موضوع محرومیت زدایی چیه؟ شما خیلی تاکید داریم که این نمایشگاه با هدف محرومیت زدایی و ایجاد یک پیوندی بین تکنولوژی، فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در این حوزه و موضوع محرومیت وجود داره. ببینید، همونطور که فرمودید، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سلکت کرده که چه شرکت‌هایی توی این نمایشگاه حضور داشته باشن. خب این که ما بگیم بیسیکالی یه شرکت میاد با هدف محرومیت زدایی فعالیت اقتصادی میکنه، این خب واقعیت نداره. بله. شرکت ها برای درآمدزایی و مفید بودن، ارزشمند بودن، محصولی تعریف میکنن، ولی خب این محصول قابلیت هایی رو ایجاد میکنه که بتونه توی نقاط مختلف کاربردهای مختلفی داشته باشه. از اونجایی که خب ما اقلیم ایران الان یه کمی با مشکل کم آبی و کم بارشی مواجهه، نقاط کم تر برخوردار الان با مشکل نداشتن آب مورد نیاز برای زمینای کشاورزیش مواجهن، که خب این طرحهای گلخونهای پیشرفته باعث میشه مصرف آب به حد بسیار قابل توجهی کاهش پیدا کنه. بله. که این مهاجرت روستاییان رو به شهرها تقریبا جلوگیری میکنه و از طرف دیگه بهره‌وری و کیفیت محصول هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه. خب هر کسب و کاری یک نوع اقتصاد برای خودش، و این کشاورزی هم به صورت سنتی دیگه قابلیت ادامه دادن توی شرایط کلی مملکت ما باش نیست، یعنی باید روش ها متفاوت بشه، باید بروز بشه، بهینه‌سازی بشه. و خب این محصولاتی که ما الان داریم این خروجی رو دارن برای نقاط محروم و میتونن کارهایی بکنن که اون شخصی که داشته این محصول رو مثلا زعفرون رو تو این ناحیه کش میکرده بتونه کماکان این کشتش رو با بهره‌وری بالاتر حتی ادامه بده. اگر سالی یک فصل درو داشته بتونه چند فصل، بله چون اقلیم دیگه دست خودمونه، اقلیم رو کنترل شده ما میتونیم داشته باشیم. الان شما بیشتر تو کدوم مناطق محصولتون تولید هست؟ ما خرم‌آباد داریم، مشهد داریم، شمال کشور سیاهکل داریم، ورامین نزدیک بله. تهران داریم، زنجان پروژه داریم. چون شما یک سازه کامل ایزوله ای را دارید، محیطتون دیگه دماش، رطوبتش و شرایط اقلیمیش کامل دست خودتون. آقای جمالی عزیز، خیلی از جوان‌ها الان دارن برنامه ما رو تماشا میکنن از قاب شبکه 3 سیما و میخوایم بدونیم که شما دقیقا چه مسیری رو طی کردید و اگر یک عزیزی بخواد توی این حوزه ورود داشته باشه و فعالیت داشته باشه چی کار باید بکنه و میشه امیدوار بود یا نه؟ 100%، یعنی چیزی که خب دو رو داره دیگه، هر موضوعی جنبه های مختلفی داره. درسته کشور ما شرایطی داره که تغییر و تحول توش زیاد اتفاق میفته، نوسانات ارزی، شرایط تولیدی و کلن قوانین تغییر و تحولات زیادی هست، خب به همین میزان هم فرصت فراهمه. یعنی هر تغییری یک جنبه بد و مانع بودن داره، یک جنبه مثبت و ایجاد فرصت داره، که خب ما اگه ذهنیت مثبت داشته باشیم میتونیم تمرکز کنیم و فرصت ها رو پیدا کنیم. و ببینید، به طور مثال میگم خدمتتون، الان نیروی انسانی توی ایران خیلی کم قیمت مناسبی داره به نسبت شرکت کشورهای دیگه. این میتونه مثلا خودش یک فرصتی باشه که در حال حاضر تو ایران داریم. زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. عرض کردم دیگه ابتدای گفتگومون، آقای جمالی و همکارانشون یک نمونه از عزیزانی هستن که در همین کشور و با تمام حالا مشکلاتی که مطرح میشه دارن فعالیت مؤثری رو انجام میدن و کمک میکنن به اقتصاد کشور و موضوع محرومیت زدایی. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. برای همه شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.